سلام، سروش هستم. بازی پوکی رو میخوام بهتون معرفی کنم. بازدارید بازی درتی پیک، یه بازی بچگانه با مکانیزم تیک دت. کارت بازی میکنیم و کار کارت ها رو انجام میدیم. داستان بازی هم اینه که پوکا دلشون میخواد کلن کثیف و گلی باشن و وقتی که تمیز هستن ناراحتن، اعصابشون خورده و توی بازی هر کسی زودتر بتونه تمام پوکای تمیزش رو گلی کنه برنده بازی هست. توی بازی به این صورته که بر اساس تعداد بازیکن، اول بازی هر بازیکن یه تعدادی خوک تمیز داره. اگر دو نفره بازی میکنید، نفری 5 تا خوک تمیز به هم میدید، برای 3 نفره 4 تا و برای 4 5 و 6 نفره نفری 4 تا خوک تمیز، نفری 3 تا خوک تمیز اول بازی داره و 3 تا کارت به همه بازیکن ها میدید. هر بازیکن توی نوبتش یه کارت بازی میکنه و یه کارت از دسته کارت ها برمی داره. اولین بازیکنی هم که بتونه تمام خوکاش رو گلی کنه برنده بازی هست. کارت های بازی رو براتون توضیح بدم. شما توی نوبتتون میتونین کارت تو گل پلکیدن بازی کنین و یکی از کوپای خودتون رو گلی کنین. کارت رو بازی میکنین و یکی از کوکاتون رو گلی میکنین. به این صورت. بقیه میتونن چی کار کنن؟ میتونن کارت بارون بازی کنن و خوک شما رو بشورن. وقتی بارون میاد خوکتون دوباره شسته میشه. اگر یک تعدادی خوک کثیف داشته باشید در اثر بارون همهشون با هم دیگه شسته میشن. حتی اگر بازیکنی که کارت بارون رو بازی میکنه خودش هم خوک کثیفی داشته باشه که سقفی رو سرش نباشه، همه خوکای بدون سرپناه در واقع توی بازی شسته میشن. برای اینکه خوکای کثیفمون در اثر بارون شسته نشن، باید براشون سرپناه بذاریم، باید براشون طویله بسازیم. کارتای طویله رو رو سر خوکمون میذاریم، سر خوکامون میذاریم که دیگه بارون اونها رو نشوره. حالا بقیه چیکار میتونن بکنن؟ میتونن با کف و صابون بیافتن به جون خوک کثیف ما، توی طویله بیان و خوکمون رو دوباره بشورن. به این صورت شسته میشه. برای اینکه بازیکن‌های دیگه با کف و صابون هم نتونن خوک کثیف ما رو بشورن، ما باید برای طویلمون در و تخته نصب کنیم. برای اینکه خوک‌ها بتونن در و تخته نصب کنن، باید خوشحال باشن و اعصابشون راحت باشه. اگر خوکی تمیز باشه و طویله داشته باشه، نمیتونیم این کارت رو بازی کنیم و در و تخته برای طویلمون نصب کنیم. پس باید اول راحت و خوشحال باشه که بتونیم براش در و تخته برای طویلش نصب کنیم. به این صورت اگر در و تخته هم نصب کردیم، دیگه هیچ کس با کف و صابون هم نمیتونه بیاد وارد طویله ما بشه و خوک کثیفمون رو بشوره. چه اتفاقی میفته؟ بقیه میتونن رعد و برق بازی کنن و وقتی رعد و برق بازی میکنن، این طویله کلا نابود میشه. برای اینکه جلو اثر رعد و برق رو هم بگیریم و خیالمون راحت باشه، باید برای طویلمون صاعقه گیر نصب کنیم. اگر صاعقه گیر نصب کردیم، دیگه خیالمون راحته که تا پایان بازی این خوک کثیفمون تمیز نخواهد شد. و به همین ترتیب حواستون باشه هر یک کارتی که بازی می‌کنین یک کارت برمی‌دارین، همیشه 3 تا کارت توی دستتون دارین. یادم رفت بگم این بازی رنگ 157 توی رده‌بندی چیلدرن یا بچه‌ها هست. خب یه دور آزمایشی بازی خوکی رو می‌خوایم بازی کنیم. دو نفره بازی می‌کنیم، نفری 5 تا خوک تمیز ناراحت داریم. کارت‌ها رو گور می‌زنیم. نفری 3 تا کارت داریم اول بازی. دسته کارت ها رو میذاریم اینجا. هر یک کارتی که بازی میکنیم یک کارت برمیداریم. بفرمایید. یه خوکشون تو گل پلکید، گلی میشه. یک کارت برداریم لطفا. منم تو گل میپلکم. خوکم البته. شما این. خب خیلی سریع همه خوک ها دارن گلی میشن. یک کارت برداریم. خوک بعدی گلی شد. او با کپ و صابون افتادن به جون خوکم، شستنش. خوکم رو شستن. هی هی دوباره گلی میکنم. طویله ساختن، رعد و برق زد، طویلهشون خراب شد. دوباره رفتم تو گل، منم میرم تو گل. من یه طویله میسازم. یه طویله ساختن. من در و تخته رو نصب میکنم چون خوکم حالش خوبه، میتونه در رو ببنده. صاعقه گیر زدن با ویلا تو گل. تو گل بعدی الان میبازم. یه خوک دیگه گلی کنن باختم. یه طویله، یه کارت. او بردن خیلی سریع و چکشی. 5 تا خوکشون گلی شد و بازی رو بردن. فرصت ندادن اینو بازی کنم بشورمشون. خواستم همین الان بشورم، دیر شد. دیگه ممنون، خدا نگهدار.
امیدوارم از دیدن این ویدیو استفاده لازم رو برده باشید. اگر سوالی دارید برامون کامنت بذارید. امیدوارم تن درست باشید. خدا نگهدار.